هجوم گرد و غباری که در فروردین بخش زیادی از استانهای کشور را تحت تأثیر قرار داد، نام این رخداد را دوباره به میان آورد. پدیده‌ای که برای ایران درگیر خشکسالی تازه نیست. منشأ بخش زیادی از این گرد و غبار کشورهای پیرامونی به ویژه غرب و جنوب غرب بود. منطقه‌ای بین سوریه و عراق که حاوی رسوبات بادرفتی و منشأ غبارخیزی منطقه است و بخش اعظمی از گرد و غبار فروردین به این نقطه باز می‌گردد. 279 میلیون هکتار از اراضی منطقه کانون گسیل گرد و غبار به داخل کشور است که 30% آن پتانسیل زیاد و 10% دیگر که در عربستان و بخشایی از عراق واقع است پتانسیل بسیار زیادی دارند. وسعت کانون‌های بسیار بحرانی گرد و غبار در ایران حدود 2 میلیون هکتار است و در مجموع 35 میلیون هکتار کانون غبارخیز در کشور وجود دارد که در 23 استان کشور پراکنده‌اند. از استانی با 30 تا 40 هزار هکتار تا استانی دیگر با 6 میلیون هکتار. با وجود اینکه اولین نشانه های خیزش گرد و غبار و بحرانی شدن آن از اواسط دهه 80 بروز کرد، تا امروز اقدامات مشترک و موثری با کشورهای پیرامون ایران صورت نگرفته. تفاهم نامه های چند جانبه زیادی بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه همسایه های غربی منعقد شده اند که هیچ کدام به سرانجام نرسیدند. طهماسبی دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار میگوید ایران اصلاحاتی در انعقاد این قراردادها انجام داده است و در مجموع 450 میلیون یورو بودجه برای رفع مشکل گرد و غبار به این ستاد اختصاص داده شده. ببینید، یک دونه نبوده، تعداد بیشتری بوده، خیلی تعداد زیاد بوده، شاید 3 یا 4 تفاهمنامه دو و سه جانبه با عراق بوده. چون گفتم دو و یا چند جانبه، پس کشورهای دیگه هم بودن. ما تفاهمنامه 3 جانبه هم داشتیم، ما عراق، سوریه 4 جانبه و 5 جانبه هم داشتیم که ترکیه بوده، بحرین توش بوده، قطر بوده و اینها. ولی متاسفانه به دلیل عدم الزام آور بودن اون یادداشت تفاهم ها، تقریبا میشه گفت که کار عملیاتی و اجرایی انجام نشده. به همین دلیل متعاقب شناسایی مناطق غبارخیز اطراف کشور، شرقی ترین مناطقی که روی ما تأثیر داشته، جنوبی ترین، شمالی ترین و همطور شرقی ترین، دور تا دور کشور شناسایی شده مناطق غبارخیزش که یه چیز حدود 270 میلیون هکتار هست. این 270 میلیون هکتار تمام در 21 کشور پراکنده هستند و علاوه بر وسعت خیلی بیشتری که میبینید به نسبت 35 میلیون هکتار داخلی، شدتشون هم شدت بالایی است. یعنی ما میانگین برخاست گرد و غبار ذرات زیر 10 میکرونمون که آسیب بهداشتی بیشتر میزنن در کشور یه چیز حدود 4.2 میلیون تن هست. این عدد برای اون 270 میلیون هکتار یه چیزی حدود 145 میلیون تن هست. بعد اینو وقتی به وسعت تقسیم میکنیم میبینیم به صورت ویژه کشور ما حدود 120 کیلوگرم در هر هکتار ذرات غبار زیر 10 میکرون تولید میکنه، ولی در اون اطرافمون 540 کیلوگرم و در بعضی از کشورها مثل عربستان این تا 760 کیلوگرم هم میرسه به نسبت 122 خودمون. پس ما در بحث گرد و غبار خارجی شدتمون هم علاوه بر وسعتمون با خیلی بالاتر از داخله. بر مبنای این اطلاعاتی که من خدمتتون عرض کردم و آسیب شناسی که راجع به تفاهم نامه ها صورت گرفت که ببینیم چرا این موفقیت کامل نشد در بحث خارجی، دو تا مسئله خیلی مهم ما بهش رسیدیم. یکی بحث مربوط به عدم وجود یک چتر، یعنی یک سازمان بین المللی که به عنوان چتر عمل کنه بین کشورهای مختلف. همینطور در واقع بحث ساختار، یک ساختار مکانیزمی وجود نداشت که مثلا ما بگیم اینجا یه دبیرخونه داره، اینم سازمان و نهاد بین المللیشه، حالا اینم اعضاش هستن و با این سیستم جلو بره، رئیسش مثلا کی باشه، دبیر کی باشه، دبیرخونه در کجا باشه. اینم یک مسئله بود. و از همه مهمتر بحث مکانیزم مالی. شما در بحث تفاهم‌های در واقع با کشور همسایه باید یه مکانیزم مالی هم داشته باشید. در واقع ما این رو مدل سازی کردیم و بر اساس این آسیب شناسی که کردیم اومدیم دو تا برنامه
عمل زیر منطقه‌ای تهیه کردیم، یکی برای غرب و جنوب غرب اسمشو گذاشتیم غرب آسیا، یکی هم برای شرق و شمال شرق که اسمش گذاشتیم بخشی از آسیا میانه و غرب آسیا، که در شرق و شمال شرق ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، افغانستان و در غرب همه کشورهای حاشیه خلیج فارس با خودمون. سازمان محیط زیست میگوید تصمیم دارد با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی تالاب‌هایی که منشأ گرد و غبارند را مشخص کنند و وزارت نیرو متعهد به تامین نیاز آبی آنها شود. در عراق 24 میلیون هکتار مناطق غبارخیز وجود دارد که سالیانه 5.5 میلیون تن غبار زیر 10 میکرون تولید می‌کنند. البته همه این میزان گرد و غبار از اراضی کشاورزی نیست و بخش عمده‌ای هم متعلق به اراضی کم پوشش و بدون پوشش است. بخشی از این غبارخیزی هم به طرح گاپ در ترکیه باز می‌گردد که با سدسازی مانع از رسیدن آب به پایین دست رودخانه‌ها در عراق شده است. ما بنا به صلاح دید کمیته تخصصی و بحث‌های فنی که انجام شد و با نظر دستگاه دیپلماسی مون که نماینده‌اش حضور داشت، ترجیح این بود که در گام‌های بعدی ما در واقع ترکیه را اضافه بکنیم و اتفاقاً بعد از این سه جانبه اولین کشور که نظرمون هست که بعد پیگیری کنیم به پیونده ترکیه هستش. حجم مخزن سد آتاتورک به تنهایی در ترکیه 50 میلیارد متر مکعبه، یعنی معادل حجم مخزن همه سدهای ما در ایران. البته خب ترکیه هم توجهات خودشو داره، یعنی میگه من پر میکنم، آبگیری میکنم، بعد حقابه پایین در اختیار قرار میدم، خب انرژی تولید میکنم، انرژی بهتری تولید میکنم، حالا منافع کشور خودشو داره دنبال میکنه. حالا گاپ یا طرح دیگه ترکیه شاید مستقیم ما رو تحت تاثیر قرار نمیده، غیر مستقیم در واقع به نوعی ما رو تحت تاثیر قرار میده، البته در ارتباط با تامین حقابه خورالعظیم که مشترک بین ایران و عراق مستقیم ما رو هم تحت تاثیر قرار میده، هرچند که ما هم باید سهم اون حقابه خور رو رعایت بکنیم از کرخه. خاورمیانه بعد از صحرای بزرگ آفریقا دومین تولید کننده گرد و غبار در دنیاست و بهره برداری نامناسب و مدیریت غلط آب، خاک و گیاه آن را تشدید کرده است. این موضوع در کنار تغییر اقلیم چرخه‌ای تشدید کننده ایجاد کرده که نتیجه آن وضعیت فعلی خاورمیانه است. ما الان یک کار علمی داریم انجام میدیم تحت عنوانش در واقع منابع گسیل کننده گرد و غبار در داخل کشورم شروع کردم. در این کار ما تمام عوامل و عللی که وجود داره و کاربری ها، سهمشون، شدتشون به تفکیک هر منطقه، استان، شهرستان تبیین شده و در واقع یکی از راهبردهای ما این هست که ما با توجه به این برنامه هامون رو بذاریم روی میز و با دستگاه شروع کنیم کار کردن. طبق مطالعه‌ای که سال 1378 انجام شد، مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی حدود 20 میلیون هکتار برآورد شده بود. این رقم در سال 98 از نظر کانون‌های حرکت ماسه و گرد و غبار 35 میلیون هکتار برآورد شد. یعنی روند رو به رشد کانون‌های گرد و غبار در کشور. از 84-85 ما در واقع یک مشاهداتی بود که نشون میداد که موضوع غیر عادیه. اوایل دهه 80 اون نشانه ها رو از اون زمان داریم میبینیم که یک وارد یک دوره خشکی داریم میشیم، دو یه بخش زیادی از طرحهای توسعه‌ای در کشور به بهره برداری میرسه، مانع از ورود آب به پایین دست میشه، سدسازی ها میگم به طور مشخص. استان خراسان جنوبی با 5,800,000 هکتار و استان کرمان با 5,200,000 هکتار در رتبه های اول و دوم کانون های غبارخیزی ایران قرار دارند. استان‌های خوزستان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین سطح کانون‌های غبارخیزی را به خود اختصاص دادند. به لحاظ زمین شناسی جرگه خوزستان یه بخشی میشه، یه پیوستی میشه به منطقه بین النهرین. بین النهرین وقتی راجع بهش صحبت می‌کنیم معمولا بین دجله و فرات رو میگیم و اراضی پیرامونش میشه بین النهرین، ولی ماهیت طبیعت در واقع زمین شناسی و منطقه از رودخونه در واقع زهره، جراحی، کارون، کرخه،
همینجوری اونور دجله، فرات، اینا همشون در واقع طبیعت مشابهی دارن. خیزش گرد و غبار در فروردین ماه از نظر حجم آلاینده ها بی سابقه بود و با توجه به اینکه امسال تابستان خشکی در پیش داریم، احتمال بروز مجدد آن وجود دارد. یعنی ما تا چشم انداز تابستون خیلی خوش آب و هوایی نباید داشته باشیم. تابستونمون خشک و غبارآلود خواهد بود.